سلام به برابکس خفن دنیای وارکرافت. بچه ها امروز تو این ویدیو میخوایم بریم با هم پست ووف هد رو بخونیم، پست هفتگی ووف هد در مورد گولد فارم که من هر هفته تقریبا واسه تون این ویدیو رو میذارم و شما هم خیلی خوب استقبال میکنید. این ویدیو رو لایکش کن، میگم این ویدیو رو لایکش کن پشمام. یه نکته ای رو بچه ها این اولش بگم، این پست ها رو یک داداشی به نام ساماندان میذاره تو ووف هد که این اطلاعات رو از تو ردیت در میاره، یعنی میره تو ردیت یه سری اطلاعات در میاره، جمع میکنه، میذاره تو ووف هد و ما از تو ووف هد میریم میخونیم واسه تو میاریمش تو یوتیوب فارسی. ببین از کجا به کجا میرسه، از ردیت میاد تو ووف هد، از ووف هد میاد یوتیوب فارسی. به هر حال خواستم بگم منظرم این جالب بود این نکته. بریم ببینیم که این هفته در مورد چه مسائلی صحبت کردم. بچه ها یک نکته در مورد قیمت ووف توکن صحبت کردن که من شخصا در موردش یه ویدیو چند روز پیش گذاشتم. قیمت ووف توکن توی آمریکا حدود 300 هزار گلد، توی اروپا حدود 400 هزار گلد که رقمای استثنایی هستن. تا حالا همچین رقمایی رو ما زیاد توی اکشن هاوس واسه ووف توکن ندیده بودیم. حتی من یه روز دیدم بچه قیمت ووف توکن تا 420 هزار گلد هم تو اروپا رفته بود بالا. چیزی که اینجا نوشته گفته آقا وقتی 10.15 بیاد، مگا دانجن جدید باش بیاد، احتمالا قیمت ووف توکن یه خورده بیاد پایین، چون که خب تخفیف های تابستونه تموم میشه، دیابلو هم که دیگه هر کی میخواسته بخره تا حالا خریده و عرضم به حضور شما که خیلی ها میان از توی شاپ بازی ووف توکن میخرن که تبدیلش کنن به گولد که برن باهاش بوست بخرن و دانجن جدید رو بزنن. پس قیمت ووف توکن تو اکشن هاوس باید بیاد پایین، ولی چیزی که اینجا نوشته خیلی نباید بیاد پایین. اوکی، حتی اقل از 300 بیاد رو 200 ما بازم راضییم. میدونی چی بهتون میگم، من هم در موردش یه ویدیو گذاشته بودم و اینو توضیح داده بودم که نظر منم همینه. بچه‌ها تو پچ بعدی که چیزی نمونده بیاد احتمالا قیمت ووف توکن کاهش داشته باشه. همین الان حدودا شده 380 هزار گلد، موقعی که من اون ویدیو رو گرفتم 400-420 هزار گلد بودن، یعنی همین الان یه 30-40 هزار گلدی قیمتش کم شده. ایشالله بیاد رو 200K یا حداقل بیاد رو 300K که حالشو ببریم. ویدیو رو لایک کن تا این بدبخت زنده شه. من فقط خودم رو زده بودم بمردم. خلاصه میریم سراغ تاپیک بعدی که در موردش صحبت کرده، در مورد آلت آرمیز، یعنی اینکه بری شما یه عالمه کاراکتر آلت بسازی با کاراکتر آلت متفاوت فارم کنی. یه روش فارمش بچه استفاده از کولدان آلچمی و تیلورینگی که فکر کنم توی پست هفته پیش نه هفته قبلش که در مورد ووف در مورد همین لینک ووفت گذاشته بودیم در مورد اینا صحبت کردیم که آقا آلچمی و تیلورینگ یه کولدانی داره و شما با اون کولدانتون روزی یه بار میتونید یه آیتمی رو بسازید، هر چقدر کاراکتر آلتتون بیشتر باشه خب از اون کولدان بیشتر میتونید گولد به دست بیارید. دیروز هم بچه دیروز بود یا پریروز بود من یه ویدیو در مورد اینکه چند تا کاراکتر آلت بیارید بالا باش بید فارم ترانسفر کنید هم ویدیو گذاشتم و در روزهای آینده و در ماهای آینده حالا من اسپسیفیک تر در موردش ویدیو میذارم. واقعا یکی از روش‌های گولد فارم بچه‌ها اینه که شما کاراکتر آلت زیاد داشته باشید. حالا یه ویدیو هم اینجا ریکامند کرده، اگه دوست داشتید میتونید بیاید این ویدیو رو ببینید، لینک این قسمت از ووف هد تو دیسکریپشن هست، خیلی راحت میتونید ببینید این قسمت این ویدیویی که حالا ریکامند کرده رو ببینید، ببینید چیز جالبی توش هست یا نه، چون که تایم ویدیو خیلی زیاد میشه ما دیگه ویدیوهایی که توی این پست ریکامند میشه رو نمیبینیم، ما فقط تیترا رو میخونیم تون تون میریم پایین. و خبر مهمی بعدی، تیتر بعدی که اینجا زده در مورد فیلیپینگ آیتم تو کلاسیک و قیمت کلاسیک بچه ها، قیمت ووف توکن تو کلاسیک توی آمریکا حدود 4600، توی اروپا حدودا 7000 گلده، یعنی به شدت توی لیچکین کلاسیک قیمت ووف توکن ارزون و چستومن و مفتومنه. من در مورد این قضیه هم ویدیو گذاشته بودم و از شما دوستان خواسته بودم که آقا شما که دارید دراگون فلایت بازی میکنید یه گیم تایم دارید، پس لیچکین کلاسیک براتون بازه، نیاز نیست پول خرج کنید، بیاید یه هیرو لول 70 کنید 80 کنید تو اون تو راحت تر میشه گیم تایم زن. و پست هفته پیش بود یا دو هفته پیش بود که یه داداشی به نام 20 اونیکسیا در مورد فیلیپینگ آیتم توی اکشن هاوس کلاسیک با همون صحبت کرده بود، اینکه آقا یه کاراکتر AFK جلو در اکشن هاوس کلاسیک داره و فقط آیتم میخره میفروشه، آیتم میخره میفروشه. توی یک ماه اخیر با خرید فروش آیتم و مثلا فقط نهایتا با روزی یک ساعت وقت گذاشتن 21000 گولد به دست آورده که معادل 3 تا توکن توی لیچکین کلاسیکه. این لیستی که الان دارید تو تصویر میبینید بچه‌ها میتونید اینو به خاطر بسپارید اگه کلاسیک پلیرید، این لیست آیتم‌ها این لیست آیتمایی که فیلیپین کرده،
خریده، ارزون خریده، گرون فروخته، از وندور خریده به اکشن هوس فروخته، از اکشن هوس خریده به وندور فروخته و 21000 گلد به دست آورده. نکات جالبی اینجا هست، برای مثال بچه ماینینگ پیک که واسه ماینینگ از وندور میتونی بخری 40 تومن. خب 162 تا ماینینگ پیک توی اکشن هوس فروخته. اون آدمای نوبی که نمیدونستن ماینینگ پیکو از کجا باید بخرن یا حوصله نداشتن تا دم در وندور برن، از اکشن هوس ماینینگ پیکو خریدن. یا برای مثال بچه اسکینینگ نایف، چاقوی اسکینینگ که از وندور میشه خریدش و قیمتش زیر یه گلده، 159 تا ازش فروخته به قیمت 2 گلد. این لیستی که اینجا هست لیست فلیپینگ آیتم خیلی خوبه، شما هم به توسط این لیست میتونید فقط وایسید بغل در اکشن هوس و گلد به دست بیارید. یه نکته ای هم که داره، توی پست قبلی بچه ها توضیح دادیم، پست 2 هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم، شما میتونی با یه هیروی لول 1 یه هیرو میسازی، لول 4-5ش میکنی، میذاریش چطور در اکشن هوس و از صفر میرسی به 20000 گلد. چطوری؟ اون اول که یکی دو تا گلد داری، گلدت خیلی کمه، میری آیتم هایی تو اکشن هوس که از وندور ارزون تره رو میخری، ادون تی اس ام برات مارک میکنه. یه سری آیتم تو اکشن هوس میذارن یه سری احمق که از قیمت وندور کمتره، تو میری میخریشون، همونجا میفروشی به وندور، گلدت بیشتر میشه. از این روش گلد ابتدایی رو پیدا به دست آورده، بعدش هم الان یه خورده گلد که به دست آورده، شروع کرده آیتم های خیلی گسترده تری رو خرید و فروش کردن و 21000 گلد تو یک ماه با روز یک ساعت وقت گذاشتن به دست آورده. و چیزی که اینجا گفته که خب آقا 3-4000 گلدشو من داشتم از این 20، مثلا از این 20000 گلد که به دست اومده، 3-4000 گلدش گلدی بوده که خودم اون اول از طریق خرید آیتم از اکشن هوس و فروشش به وندور به دست آورده بودم. پس حدودا 16-17000 گلد تونسته به دست بیاره. سود اصلیش که واقعا زیاده واسه یه کاراکتر ایفی که جلو در اکشن هوسه، شما ماهی 3 تا گیم تایم باش بزنی. خلاصه که بچه ها لینک توییترش هم جو گذاشته، گفته اگه دوست داشتید برید تو توییتر بیشتر با هم صحبت کنیم و بیشتر اطلاعات از من بگیرید، دوست داشتید بیایید. و یک دوست دیگه ای هم بچه به نام بیکون بیتز در مورد به دست آوردن 22000 گلد تو یک ماه، اونم روزی یک ساعت صحبت کرده، ولی با داشتن فلاینگ سرعت بالا تو لیچ کینگ و فارم هربو ماین، فکر کنم بچه ها چیزی که اینجا زده سارونایت بار و سارونایت اور فروخته، منطقی هم هست دیگه. هربو ماین توی سری مپ های خاص تو یک ساعت دو ساعت فارم روزی 1000 تا گلد میتونید به دست بیارید و ماهی دیگه میتونید 20-30000 گلد به دست بیارید. واقعا منطقیه به نظر من. الان لیچ کینگ بهترین موقعیت واسه به دست آوردن گیم تایمه، واقعا ایزی گیم تایمه نسبت به دراگون فلای. این تا اینجا پشمام، این همه گلد از کجا آوردی؟ خب معلومه 14K سابسکرایبش کردم. در مورد ریجن واید اکشن هوس صحبت کرده، اکشن هوسی که داریم همین الان ریجن واید اکشن هوس، ولی در مورد آیتم های بی او ای و آیتم های ترانسموک که همین الان تو اکشن هوس ها یکی نیستن صحبت کرده، گفته چی میشه اگه آیتم های بی او ای و آیتم های ترانسموک هم تو اکشن هوس یکی بشن. همونطور که میدونید تو پچ بعدی قرار ترید این آیتم ها بین رلم ها ترید مستقیمش فقط باز شه و یه ویدیو معرفی کرده، گفته برید این ویدیو رو ببینید. ولی من بچه خیلی ساده بخوام بهتون توضیح بدم، اگه آیتم های بی او ای و آیتم های ترانسموک توی اکشن هوس بیاد، یعنی یکیشه که، یعنی به نظرم قصد بلیزارد اینه که تا حالا تو پچ های بعدی و اکسپنشن های بعدی این کار هم بکنه، اتفاقی که میفته قیمت ترانسموک قیمت آیتم بی او ای افت میکنه 100%، ولی فروشش به شدت میره بالا. یعنی هم خوبه هم بد، نمیشه دقیق از الان گفتش که آیا نکته مثبتی یا نکته منفی. و در آخرین نکته هم گفته که آقا من همه اینا رو تو ردیت پیدا کردم و آوردم تو دیسکورد و از دیسکوردم آوردم تو ووفد و فیلان، بسیار چیزی که اول ویدیو در مورد صحبت کردیم. پست این هفته ووفدم تموم شد. این هفته به نظرم خیلی چیز جدیدی توش نبود. به هر حال در مورد همه نکات من جدا جدا احساس میکنم ویدیو گذاشته بودم، ولی خب همه نکات یه جا جمع شده بود به صورت یک حالا پست جمع و جور و مفید که مطمئنم شما هم دوست دارید، چون هفته های پیش خیلی خوب استقبال کردید. دمتون گرم که این ویدیو تا انتها با من همراه بودید. من هر موقع اینو میگم مطمئنم خیلیاتون ویدیو رو میبندید، یعنی میگم دمتون گرم که این ویدیو تا انتها با من همراه بودید، 10 نفری ویدیو رو خیلی بیشتر، 80-90% درصدتون ویدیو رو میبندید. این کلمه رو نباید بگم. خلاصه بچه‌ها
امشب یه ویدیو خیلی مهم داریم در مورد بات زدن و تأثیرش رو بازی، که خیلی 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 ویدیو جذابیه به نظر من و به نظر من شما خیلی دوست دارید این موضوع رو. حتما ویدیو امشب رو ببینید. ویدیو لایک کن.